بسم الله الرحمن الرحیم درود و لبخند بر شما گرامیان قاسم جعفری هستم با ارائه خبرگزار این هفته از شبکه تلویزیونی استقلال جمعه گذشته یک حمله مرگبار انتحاری بر قلردوی 209 شاهین در برخ روی داد در این رویداد بیش از 100 تن از نیروهای ارتش به شهادت رسیدند و چندین تن دیگر زخم برداشتند در مورد تلفات این رویداد تا کنون آمار جامعه و مشخصی وجود ندارد و پس از این رویداد که پرتلفات ترین حمله بر یک مرکز نظامی به شمار میرفت، انتقادهای زیادی نسبت به کارکرد نهادهای امنیتی در پیشگیری از این حملات مطرح شد مردم کم از کم خواهان کنارگیری مسئولان نهادهای امنیتی و همچنان به دادگاه کشانیده شدن کسانی که در این مسئله همکاری کرده اند داشتند سپس وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش استعفای خود را تقدیم رئیس جمهوری نمودند که مورد قبول نیز واقع شد در برنامه کنونی خبرگستر این مسئله را با مهمانان خود هر یک آقای سید عظیم کبرزانی عضو شورای ولایتی و سید زیاددین کازیمی فعال سیاسی به بحث و گفتگو میگیریم خیلی خوش آمدین دوستان شکر. شکر. جناب آقای کبرزانی سوال اول من سر رو که از شما بپرسم به نظر شما میزان تلفات بالا در این حمله نشان ضعف نیروهای امنیتی داره یا خیر قوت نیروهای دشمنی که داریم بسم الله الرحمن الرحیم با نام یاد خدای مهربان و صلوات بر پیامبر مهربانی صلی الله علیه و سلم از حرمت دارم خدمت شما مهمان عزیز و بینندگان عزیز تلویزیون شما اجازه بدیم که اتواف دعای داشته باشیم بر روان شهدای افغانستان و شفای عاجل استدعا بکنیم برای مجروحین این حادثه بسیار علمناک و تسلیتی هم خدمت ملت آزاده افغانستان داشته باشیم خب در بحث این که چرا این حادثه اتفاق افتاده و چه عواملی باعث این شده که این حادثه اتفاق افتاده میتونیم عوامل متعددی رو برش ما <تصفح> که چرا چنین شد خب ضعف ضعف حکومت یکی از عوامل بسیار عمده و اساسی است حکومت افغانستان و وزارت های مربوطه نتونستند وظیفه خود <تصفح> به نحو احسن از اون <تصفح> به پیش ببرند خب بخش دیگری که میخوایم بیشتر روی تاکید بکنم بحث ضعف در یکی از قواهای دولت افغانستان هست پارلمان افغانستان ببینیم قانون اساسی افغانستان آمده شرایط رو برای قانونگزارا مدنظر نظر گرفته ام. که ما به عنوان ای که بتوانیم بلانس بکنیم و از قدرتی که برای یک اداره داده میشه جلوگیری بکنیم آمده میکانیزم رو پیش بینی کرده پارلمان افغانستان نظارت میکنه به خاطر بلانس بشه قدرت ام. اما یکی از ارکان ار... 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 این نظام فلت شده ضعف بسیار زیاد رو من در پارلمان افغانستان میبینم چرا ما میشینیم که سنگی بیای بخوره و سر ما سر ما بشکنه و بعد از او دستمال پیدا کنیم و سر خود بسته بکنیم و قایع نمی کنیم. جلوگیری نمی کنیم. دقیقا دو ماه پیش مم. وقتی که ضعف در اداره امنیتی حکومت دیده شد پارلمان افغانستان از صلاحیت خود استفاده نکرد <متصفيق> می توانست ایره با تغییراتی که بعد از اینکه آمد و تعداد زیادی از هموطنان عزیز عزیز ما شهید شدن آمدن ام. و تغییرات وجود آوردن ام. و بارها و بارها از طریق رسانه ها از طریق جامعه جهنی حتی و جامعه مدنی صدا بالا شد که شما در اداره امنیتی شما نقص وجود داره و ضعف وجود داره به خاطری که هر روز وضعیت خرابتر شد ام. و این اداره و این رکن نظام نتوانست وظیفه خود مسئولیت خود سی ادا کنه و من سخت کلمند است و کلاه پارلمان افغانستان هستم که چرا وظیفه خود اجرا نکردند که ما بعد از اینکه حادثه دیگر شد بعد از این صدای خود بالا کردن بحث استجواب دوباره که رئیس جمهور مجبور شد محمد و آمد به وزیر دفاع افغانستان و لوید رستیز قوای مسلح افغانستان استعفا بده بسیاره. پس شما علت اصلی در ضعف خودمون میدونید مسلما یک قسمت اصلی مشکلات خب عوامل متعددی که اگر وقت زمان برنامه اجازه بده رو از او پس خواهیم کرد خیلی خوب جناب آقای کاظمی شما به عنوان یک آگاه سیاسی فکر میکنین که خب همونطور که با خبرن آمار دقیقی از تعداد تلفات تعداد زخمی ها ارائه نشد آماری هم که داد یک منبع یک مقدار کم میداد یک منبع دیگه بیشتر میداد فکر میکنید دل علت این موضوع چی بوده؟ چرا آمار دقیق بیان نشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم از <applause> سلام دارم خدمت شما و جناب وکیل صاحب و تمام بیننده های عزیز من به نوبه خود درود و سلام و سلوات میفرستم بر روح پاک شهدا شهدای گمنام افغانستان از جمله شهدای اخیر منصوبین اردوی ملی به ویژه شهدای 209 قلورده 209 شاهین مشخصا در قسمت سوال شما اگر یک مقدمه ای را عرض بکنیم که دقیقا همونطور که شما فرمودین چرا آمار دقیق او را که به عنوان یک شهروند به عنوان یک ناظر به چشم داشت و برداشت خود را از مسائل و اوضاع احوال کشور می بیان میکنم دقیقا در جریان اوضاع احوال امنیتی استخباراتی و در بدنه دولت نیستم و یک واقعیت که آمار دقیق باید دولت اعلان بکنن یکی که چرا اعلان نمیکنن خب آثار و تبعات خاصی از خود میتونن به جای بگذارن و عوامل مختلف میتونن داشته باشد یک بحثی یعنی شاید دولت به خاطر افکار عمومی به خاطر که بیشتر تحت فشار قرار نگیرن آمار واقعی اعلان نکنند یا اینکه به خاطر که دشمن بیشتر جریتر نشود و ممکنه بعض مسائل های دیگه ای هم که در دخیل از بعضی مسائل و پالیسی های خود دولت است که به او ما خیلی نمی پردازیم. اما یک واقعیت است و یک حقیقت تلخن که در هر روی داده آمار واقعی از ناحیه خود دولت یا حکومت اعلان نمی شما در حمله بر شفاخانه نظامی 420 هم بینیم که در اواخیر افشا شد و این مثلا عین و قضیه است ولی جای تاسفی این که ما باید بیایم بر چگونگی و چیستی و عوامل این رویداد بیایم بحث بکنیم که چرا ای, اوا ای اتفاقهای اتفاق ناگوار و تاسف بار چرا اتفاق می که متاسفانه اکثر رهبرهای ما خصوصا عراکن دولتی ما برنامه در مسائل های نظامی و امنیتی امین است که اگر شما 99 فیصد احتمال یک یک اتفاق نمیرن برای یک فیصد او باید تدبیر داشته باشیم اه. ما همیشه سیاست های ایره داریم که علاج قبل از وقوع نداریم یعنی تدبیری برای برنامه امنیتی نداریم و علاج برای رفع وقوع که او درد را دوانه میکنن همونطور جناب وکیل صاحب اشاره کرد خوب است که ایره با شما و با شنوینده شریک بسازیم که چرا این گونه رویدادها، های این گونه حوادث تلخ و ناگوار اتفاق می افتند که ما فکر میکنم بعض مسائل های بعض نکات را من به ذهنم رسید به عنوان یک ناظر و چشم داشت و برداشت خود با شما شریک می سازم که همونطور عرض کردم باید چیستی و فلسفی مث... این نوع مسائل ها باید بررسی کرد یکی برخورد مسلحتی سیاسی و سلیقی رهبران سیاسی در امور نظامی است. یعنی <applause> در تعیین در تعیینات و تقررهای اراکین بلند پایه نظامی متاسفانه یه عامل بسیار دستبالایی بالایی دارم دومین عامل ضعف مدیریت در وزارت خانه های امنیتی به خصوص وزارت دفاع <applause> که بازم این به دو بود یک عدم مسلکی بودن بزرگوار است همونطور که جناب وکیل هم اشاره کرد ما زمانی که مسئولین نهادهای های امنیتی به پارلمان به رأی اتومات روان شد او زمان اکثرا افکار عمومی حتی من یک شهروند به عنوان ناظر هستم شاید تخصصی در مسائل های نظامی و امنیتی نداشته باشم ما نوشته کردیم در فیسبوک. فیسبوک های مجازی در که اینا توانایی ندارن متاسفانه نشان داد عدم مسلکی بودن اونها و همونطور میبینیم در اخبار هم در خیلی مسائل مسئولیت ها رو به دوش اونها واگذار میکنه تحت عنوان ولی اونطور باید و شاید ش... صلاحیت داشته باشد متاسفانه ندارن و نکته سوم هم میشه که بحث دخالت های بیرونی و داخلی هم در تعیین تقررات نقش داره که متاسفانه اینا عدم تعهد داره نسبت به مردم <applause> وقتی طبیعتاً به اساس شایسته و لیاقت اینا نباشد عدم تعهد و مجبور پاسخگو برای اربابای خود باشن چه اربابای داخلی باشن چه ممکن از بعض عوامل های دیگه عدم لیاقت شایسته سالی رو متاسفانه در نظام امنیتی و حاکم هست امروز میبینیم که ما جنرال های کارکوشته به طور لیاقت و شایستگی رتبه جنرالی و یا ترفی نمی متاسفانه می بینیم که به اساس علایق و سلایق و رو روابط و بعض وابستگی و تعلقات میبینیم که جنرال یک شبه شد میتونه این عوامل ها متاسفانه یک بحث نیات های امنیتی رو ما سیاسی هم میکنیم یعنی سیاسی نمودن نیات های امنیتی خودم یکی از ضعی عوامل هست و نکته بعدی رو میشه اضافه کرد بحث تطبیق مجازات و مکافات حالا می‌بینیم کسایی که مرتکب همچو جرایم میشه در قانون جرایم عسکری ما عملا داریم بحث امنیت داخلی و خارجی داریم بحث از ستون پنجم وقت میان عملا به عنوان یک خائن ملی شناخته میشن یا عملا در یک وظیفه خود غفلت کردم و این رو می‌بینیم هیچ وقت مشاهد محاکمه های علنی اینها نبودیم می‌بینیم که برعکس یک تعیین و تبدیلات تف... تشریفات رو می‌کنن و گاهی وقتا می‌بینیم یک پستای سیاسی بالاتر از اول به دیگه کشورها تعیین میکنه و این عوامل دست به دست هم میدن ممکن عوامل دیگه هم باشد که در فرصت به او اشاره خواهید کردیم و این مسائل ها بر وقوع این نوع حوادث و رویداد های تاسف بار تاثیر دارن و تعیین کنند بسیار به شما بر برمیگردم آقای کاظمی جناب آقای کبرزانی فکر میکنین آقای کاظمی گفتن که به نحوی فقط دادگاه های از اونا علنی میشه اما خب ای که در آینده چه اتفاقاتی بر از افرادی که جرم میکنند آینده از اونها چی میشه مشخص نمیشه برای افغان ها فکر میکنین در این مورد چه کار باید کرد برای رفع با... موزل باید چه کار کرد یک موضوع و موضوع بعدی در مورد پیشگیری همچین وقایع فکر میکنید مسئولیت اصلی به دوش کینه چه کسایی باید, باید به پیشگیری کنن از این نوع پس سوال اول شما که بس اعدام ها اگر اشاره بکنیم سوال شما این بوده باشه ایست که محاکم سلاسی افغانستان وقتی حکم اعدام و نسبت به یک نفر صادر بکنه اه. قانون اساسی افغانستان منوط بر توشیه رئیس جمهور اه. که رئیس جمهور افغانستان بدور توشیه بکنه اه. و آماری هم که از رسانه هاش دهگاه پخش میشه در حدود 600 نفر حکم اعدام از طرف محاکم سلاسی افغانستان صادر شده و منتظر به امضای رئیس جمهور. اه. خب ملاحظه که رئیس جمهور داره و جامعه جهینی هم فشارهایی که میاره اینه که اعتمالا اونا هنوز به باور داره هستن که در نظام قضایی ما فساد وجود داره وقتی فساد وجود داشته باشه ما نمیتونیم عدالت به نحوه اصلا یا تحقق بدیم و اینجا یکی از مواردی است که رئیس جمهور هم ملاحظه میکنه ام. چنین هم اتفاق افتاده که ایسایی هم میگین مثلا در حیات یک مرد به اتهام قتل خانم خود در هفت سال در زندان سپری باشه. میکنه و بعد از هفت سال وقتی که راه میشه م. میبینه که زن از او زنده است و در این موارد اگر حکم اعدام بیه این مسادر بکنیم خب این حیات انسان رو بگیریم بعد از او مشخص بشه که این مقصر نبوده جبران از او امکان نابذیر است اما بحث پس پیشگیری خب ما ادارات مختلفی در افغانستان داریم که از استخبارات گرفته و حادثی علمناک اخیری که متاسفانه باید بگم که وزارت محترم دفاع افغانستان ام. ببینیم شما وقتی که من هموطن من در سنگر شهید شه خب دشمن روبروی از او هست و میای مستقیما حمله میکنه اما تاسف به این هست که در مرکز سوق و اداره در جایی که در اون جگاه باید صد درصد دیسیپلین باشه و دشمن میای و همکاری هم که هست بس ستون پنجم با استخبارات یا جواسیسی که هست دست به دست میده همکاری میکنه و اینا از سه در کمند جور تیم میشن و با کمند چهارم خب با برنامه ریزی که سر سطح و سیست برنامه ریزی باید بگیم که برنامه ریزی کاره طالبان دی نیست و استخبارات منطقه هم کاره <applause> که میاند و قایدتا آماج باید قرار بدیم مستقیما در این قسمت کمکیری و سلنگری و سرعت مطلب دفاع افغانستان و ارگان های استخباراتی که باید قدر قوی باشند و از طرف دیگه این یک چیز دیگه نشون میده که ما متزلزل هستیم و باید متاسفانه باید بگم که این درسی که گرفته شد خیلی هزینه و زیاد بود با خون چندین بحیرم. فرد هموطن ما این درس به وجود آمد درس گرفته شد که ما باید در استراتژی خود وزارت محترم امنیتی وزارت محترم دفاع وزارت محترم داخله و ریاست محترم امنیتی ملی اتجه نظر بکنه پزیری و نشان میده و شکست پذیر بودن این مراکز رو نشان میده که باید تجاویر ویژه اتخاذ بشه بسیار علی آقای کاظمی فکر میکنین که در این مورد حتی نمایندگان پارلمان هم میتونن به نحوی تقصیر داشته باشن چون همینطور که باخبرین در چند هفته گذشته به نحوی استیزاح شدن سه مسئول امنیتی کشور و به تقریبا به یک ماه نکشید که باعث شد که دو نفر به نحوی استعفا بدن از جمله وزیر دفاع فکر میکنین که میتونه که تاثیر گذار باشه این کار نمایندگان پارلمان یا نه ما بیشتر به عوامل چگونگی این نورویدات ها بیان کردم بعضی نکات را به ادامه فرمایش جناب وکل صاحب اما یک واقعیت تلخ است که این نورویدات ها این نو کاری کار یک شبه و یک روزه نیست و کاری عادی هم نیست و امروز میبینیم که جوان های ما شهید میشن ام. نزدیک ده ها خانواده یتیم میشن بی سرپرست میشن پدرها از های دست خود از میدن مادرها چشم خودن خانم ها سرپرست و سرپناه خود از دست میدن این ماحصل یک اتفاق یک روزه دو روزه نیست ماحصل تمام ماست که می شهروند شهروندی که در اینجا میخوایم صحبت بکنم خودم مبراست همه چیز میدونم من در این مساله دخیل هستم کار یک روزه نیست متاسفانه همونطوری که عرض کردم مسائل های افغانستان که ما امروز در یک بحران عملا با مواجه هستیم از حکومت قبلی بودن تمام بدبخته ها تمام مسائل که میبینیم آتش زیر خاکستر خاگستر امروز خلاور شدن از نهادهای قوه مقننه و پارلمان بودن و خیلی رهبرای سیاسی ما به نحو دخیل از همه که دست به دست میده ما نمیتوانیم که همه چیزها رو مطلق بیاین بس بکنیم اه. همه چیزا رو سنگ رو سر رئیس جمهور بکنیم که عامل همه بدبختیایی است نه همونطوری که دقیقا شما اشاره کردین همه یک ای اینا دست دارنده این مسائل یعنی وقتی که پارلمان رأی اعتماد میدن و خوبه میدونن که از اینها کرده انسانهای قوی ترن و طبیعتا هم از تجربه های تلخ گذشته هیچ درس و عبرت نمیگیرن و ما حاصل شده باید امروز مشاهد باشیم که من این به عنوان یک شهروند به عنوان یک ناظر نمیتونم که رد بکنم و طبیعتا همه گی در این مسئله دست دارم بسیار حالی آقای کازمی فکر میکنین که با استعفا یا کنارگیری <تصفح> مسئولان امنیتی بعد از اتفاقاتی که افتاد فکر میکنین که میشه که در این مقطع به نحوی کارساز باشه همین کنارگیری یا نه من فکر میکنم که باید ق... به بلوغ فکری به می وجدان بیدار رهبرهای مخصوصا رئیس جمهور رسیده باشد که باید صادقانه دلسوزانه برای ملت کار بکنه من فکر میکنم مگر بازدادن ملت باشد در حقیقت بازدادن ملت نیست خودشان هست مه. ما همه چیزها رو دوچار توهم توتی یک یک از مسائلی که در رسانا وقت میاییم بحث به گردن ها به گردن یک شبکای به دشمن دشمن کار خود میکن دشمن دشمن است چی داخلی باشن چی بیرونی باشن کسی که خائن بود کسی که متحد به نظام نبود از پشت خنجر زد خودشون دشمن است و طبیعتا با این تعینات فرمالیستی یا تعینات تشریفاتی و سمبولیک به نظر ما کار حل نمیشن باید تدبیری برای نظام برای بخش امنیت این مسائل داشته باشد و ما فکر مونم که اون بحث تعهد و تخصص در بحث نظام بیا نهادی نبکنن خیلی کسایی هست تخصص داره ممکنه که تعهد نداشته باشد انسان های صادق و دلسوز و وطن دوست بدون در نظر داشته ملاحظات قومی منطقه متاسفانه یک از وضعیت فعلی که نظام امنیتی ما خصوصا وزارت دفاعی ما بیمار هست مریض هست میبینیم در بحث یک وزارت کلیدی می بحث قومیت مطرح میکنه به اساس شعای وجودی به اساس لیاقت نیست و او زمان بعد از اون میبینیم که تعلقات قومی مذهبی و سمتی و زبانی و روابط و نمفهم بچه های تجارزاده و وزیرزاده اینا میاند در پوست ها را جا میشه و به اساس همونطور پیشتر ارز کردم لیاقت و شایستگی نیست و اگر با این مسائل به شکل تدبیرانه، مدبیرونه، مسئولانه، متعهدانه برخورد نکنن مهم. ما فکر میکنم همه آش و همه کاسه خواهد بود بسیار علی آقای کورزانی، اونطور که آقای کازی میگفتن به ای این سب که استفاده دادن پس از این که اتفاقاتی میفته به نحوی بازی دادن مردمه شما چی فکر میکنین؟ این مسئله درسته؟ ببینیم شما خب، در مجموع دیگه از لحاظ اخلاقی برای وزیر دفاع ولوی درستی جایگاهی نمونده بود که اونا بیان و باز بگن ما به عنوان وزیر دفاع هستیم و ما بگم که ولوی درستی افغانستان درسته. فشارهای عمومی دیگه برای از اونا این فرصت نمیداد و قاعدتا باید استعفا میکردن ما استعفای دیر گام استعفایی که متاسفانه بسیار مردم متضرر ساخت و ما یک یک جبران،, جبران عزیز کار ساده ای نیست یعنی این این کار نمیتونه که اون مسئولیتی که در قبال مردم داشتن به نفع تکمیل کنه درسته شما شما من به نظرمه بر علاوه که اینا استعفا میکردن بعد از مردم هم چی میخواستم معذرت میخواستم و در پهلوی از این اگر ثابت جهیت که از طرف رئیس جمهور چه خیت خیلی ساخته شده یه یت امیدوار اصلا نتیجه بده هیئتی که ساخته ساخته شده که موضوع تحقیق بکنه مشخصا افرادی که سرنگری کردن باید با پنجه قانون سپرده بشن در غیر صورت خب با یکم استیفا بکنم و کسی از ما پرسان نکنه خب این راه به جای نمی انجامه و مشکل حل نمیکنه مشکل زمانی حل میشه کسی که تختی کرد و کسی که منافع ملی در نکرده نکرد و کسی که علی نظام هم گری کرده باید به پنجه قانون سپرده و قانون علیه از اجرا شد تا دیگرها هم کسانی که در مخیل اینا چنین چیزی تبارز و ظهور میکنه خطور میکنه از این اقدام بسیار بسیار جناب کازیمی سوال من از شما اینه که فکر میکنین که برنامه های مطرح شده یا پلانریزی شده برای ناامنی شمال کشور و یا به نحو این آمنی هایی که یا همه حادثه ای که در همه هفته گذشته رخ داد فکر میکنیم که ارتباطی هم داره با مذاکرات آقای عطا محمد نور با ارگ ریاست جمهوری یا نه میتونه این تا با هم دیگه تاثیر گذار البته این حملات وحشیانه که در اونجا طبیعتا اگر دست های داخلی را از رهبر ها بیایی مشخصا طبیعتا مردم اون هر رهبری بگراند خو پشتوانه خو مردم رو دارن به یه حد و سرحد فکر نکنم که اه, چه باشن یعنی حقیقت داشته باشن اما بحثیه که ممکن اکثر تحرکات را به لحاظ بحث قدرت اینا باشن ما میبینیم در طول تاریخ سیاسی یا معاصر کشور بحث تعدد قدرت بودن و اگر تعدد قدرت به تمرکز قدرت وادار کردن طبیعتاً به اساس یک تفاهم به اساس یک خط سرخ به نام منافع ملی نبودن به اساس یک سری فشارهای از ناحیه قدرت مرکزی بودن که البته ما خودم به عنوان یک شهروند طرفدار تعدد قدرت نیستم <applause> اما طرفدار تجمع و انحصار قدرتم هم نیستم و کاش و کاش تجمع قدرت انحصار قدرت می بوده، از این طرفی بدیلش برش ارائه میکرده خب وقتی که تعدد قدرت هم دستش کوتاه میکنن طبیعتا تمرکز قدرت باشن باید یک ده کسایی را از یک تعدد قدرت از نواهی های اونها به عنوان شایست سالاری جاگوزین بکنن حداقل اقل بدیل داشته باشد که ما اگر تعدد قدرت برای ما آسپ پذیر است تمرکز قدرت خوب است این بدیلشان حداقل امنیت برای شما فراهم میکنیم متاسفانه این مسئله میبینیم در قبال از یک سری علایق سلایق است یک عده بازنشسته میشه یک عده که به لحاظ کهولت سن به یک جای سفیر میشن ما نقد و مشخصا متوجه از این مسئله است و طبیعت قدرت است بحث قدرت ما را نمیتونیم نادیده بگیریم حکومت فعلی به اساس یک توافق نامی سیاسی آمده است و مشروعیت اونچنانه ای که باید مطابق قانونی اساسی داشته باشد و طبیعتا اگر فکر بکنیم به لحاظ قانون ندارن ولی یک خط سرخ داریم از این بیشتر اگر ما قبول نمی وضعیت ما بتر می شد و طبیعتا هم به خاطر مسائل های سیاسی سعیم شدن در قدرت کسب قدرت ممکن است اکثر نارضایت های عمومی و خاصن محرومیت های نسبی باشن زیاره. که ما این مسئله را نادیده گرفته خب. خب جناب آقای کبرزانی با آقای کاظمی به شما دوباره. جناب آقای در مورد عوامل داخلی ما پرسیدیم از آقای کاظمی. فکر می‌کنید که عوامل خارجی از جمله هایی که اخیراً بین آمریکا و روسیه شده اینا هم میتونه تاثیرگذار باشه در ناامنسازی شمال کشور یا نه؟ خب بحث افغانستان بحث خود کشور ما نیست بحث جهان هست. ام. شما روابطی که بین روسیه و آمریکا هست در این اگر مطالبه بکنین رئیس جمهور امریکا میگه که به ستترین روابط ما به روسیه داریم قضایه سوریه تأثیرات خود به افغانستان داره و حملاتی که امریکا کرد علیه منافی روس ها در خود سوریه و او پایگاه هایی که زد بر از عمله شیمیهی قایلتا روس ها رو بیدار کرده و از طرف دیگر استفاده از بم یا مادر بمی که در قلعه ننگرهار شد اینا برای بحث افغانستان در سطح منطقه و جریانات کلان کلان دامن میزنه از طرف دیگر شما میبینیم که موقف اخیر رئیس جمهور رئیس جمهور اسبق افغانستان آقای کرزی اه. کن آمدن و نمیفهمم بر اساس خب منافع شخصی فکر نمی کنم منافع ملی باشه چون بعد از چند روز وقتی که حادثه اتفاق افتاد باز اینا آمدن از موقع خود عقب نشینی کردن و گفتن که ما دیگه طالب برادر نمیگیم اما هم همین جناب از آدرس سخنگوی غیر مستقیم طالبان آمدن و گفتن که دوستا حق دارن که خود طالبان مذاکره بکنن یعنی این که نه تنها کشور روسیه و آمریکا بلکه کشورهای همسایه ما در امورات افغانستان دخیل هستن ما متاثر از تسامیم دیگران هستیم مشکلی که وجود داره که ما متاسفانه افغانستان میزبان جنگ های کشورهای بیگانه و کشورهای دور و نزدیک هست ام. و ما متاسفانه خود ما خود افغان ها جنگ های نداریم ام. و این که متاسفانه ما ابزار قرار گرفتیم برای جنگ های دیگران و دیگران کشورهای دیگران خیلی دی... کشورهای دیگر در افغانستان خیلی کم هزینه تر جنگ های خود میکنن اونا پیشرفت میکنن اونا سه آرامش دارن ما می وسیله قرار میگیریم و متاسفم که چنین اتفاقی در کشور میفته جناب یک سری مقالات در صفحات اجتماعی در هفته گذشته پخش پخ شد که به نحوی همین بحثی که شما گفتین در مورد گفته‌های اخیر آقای کرزه و حتی همین موضوع حمله با قلوردی 209 شاهین به نحوی سرپوش گذاشتن روی موضوع مادربان که در اچین ننگرهار منفجر شد سرپوش گذاشتن روی اصلی مسئله بود نظر شما در این مورد چیه ما قبل خب از میخوایم خوام میره اشاره داشته باشم در بحث ملت شما اگر آمار بگیرین استاد هم موضوع اشاره کردن می اتفاقی که در, در ولایت بلخ اتفاق افتاد تعداد از هموتنان ما شهید شده شما بیاین ببینیم که از کل ولایت افغانستان فرزندان مملکت خون دادن <applause> جلال آباد، تخار، قندهار، هیراد همه اکثریت ولایت افغانستان این چی چیزی نمیرسانه این میرسانه که دشمن دشمن واحدیه و ملت افغان ها باید افغان کشور واحد باشیم و به این برسیم که دشمن تفکیک نمیکنه یعنی شما نهیدیم که وقتی داخل شدن این ای مهاجمین داخل شدن تفکیک نکردن که از فلانه قوم از فلانه ولایت همه کشتن و 400 بستر در شفاخانه داوود خان سردار داوود خان شهید هم. شما عین قضیه دیدی این دید. چی چی میرسونه این مار میرسونه که هفت خان ها بیدار شین ملت شما ملت واحدی باید باشه که تون دشمن از هر وسیله استفاده میکنه تا کی ما ابزار دیگران قرار بگیرم تا کی به من منافع ملی خود در نکنم سن در بحث سیاست شما دوست دائمی و دشمن دائمی ندارین آنچه که دارین منافع دائمی دارین ما منافع خود چگونه تعریف میکنین شما میبینید رئیس جمهوری که 15 سال 14 سال حکومت در دسترس از او قرار داره. محاکمه و متاسفانه خیلی از نابسرمنی ها مسئول حکومت جناب آقای کرزه فساد محصول حکومت آقای انتخابات مسئولیت آقای کرزی بود برگزار بکنه انتخابات به نحو برگزار کرد که مشروعیت انتخابات زیر سوال رفت یک نظام تفاهمی به وجود آمد نه بر گرفته از آرای مردم اینا مسئول کار آقای آقای هست و از دیگر همسران طالبان در زمان آقای کرزه راه نشدند همین آقای کرزی در استرهتی... با با صحبت هایی که کرد در استراتیجی آمریکا با آقای اوباما طالب دیگه عنوان دشمن و خصم تعریف نکردن این مشکلات حال ما میبینین و از طرف دیگر هنوز تریبون آقای کرزی به نفع دشمنان این مملکت بسیار صدای بلنده و این که متاسفانه اگر ما به خود نیم ملت افغانستان متوجه نشه رهبران واقعی را نشناسه که این حرکت های پوپولیستی می ایده جوانان را سیاسی میکنه اما واقعیت هم چیست آقای دشمن تفاوت قائل شد در قتل و کشدارهایی که کرد نکرد دیگه باز ما چرا تفکیک بکنیم هم در کنار هم دیگر به عنوان ملت واحد اگر ما به خود نیاییم به زیاد از این خرابتر میشه و ملت تا ملت بیدار نباشه حکومت بیدار نکنه فشار نیاره قاعدتا ممیر روال همه روزه ما جریان جریان داره و ما هر روز شاهد به خونقلتیدن بهترین عزیزان خود خواهیم بسیار علی از شما ممنون جناب آقای کبرزانی جناب کازمی به،, به عنوان آخرین سوال برای پیشگیری از ای که دوباره همچین اتفاقات نیفته نایب... چه کار باید کرد؟ آ... عوامل مختلف میتونند برای یا راهکارهای مختلف میتونیم داشته باشیم یکی که ما یه خط سرخ بنام منافع ملی داریم از رئیس جمهور گرفته تا رهبرهای سیاسی و جهادی بیان به خاطر خدا حالا اگر مگه گر شما دین و آیین نیست لاقل مردم آزاده ده به خاطر آزادی این ملت به خاطر وجدان خو دست به دست هم بدین دومین بحث مبارزه جدی با فساد اداره اراده مستحکم با فساد فساد تنها بحث رشوه نیست بحث تعیینات و تقرارهای منصوبین نظامی به اساس روابط و نباشن نکته بعدی میشه که یک راهکار به این دشمن دشمنشناسی دقیق اه. هر کسی که میخواین باشن و دشمن هم طبیعتا منتظری نمیمانن که بیایند با تدبیر و برنامه ما بسنج ما چه برنامه دشمن دشمن است بحث بعدی را که در کل میش ما بیان بکنیم که ما در بحث دشمن کار خود میکنن در بحث سیاست های خارجی کلان آمریکا روسیه اونا برنامه خود خاص خود دارن افغانستان نظر به ما مو موقعیت را که دارن جاده سیاست دو طرف است این تدبیر و مدیریت به دست رهبرای ماست که در قبال اونها چگونه منافع خود تامین بکنند دنبال بکنند و طبیعتا در قبال اون موزگیری های مشخص و حتی مدون داشته باشد و بحث نهایی که ما میتونیم از این مسائل ها کم و بیش جلوگیری بکنیم حاکمیت قانون است حاکمیت سیستم است وقتی سیستم حاکم باشد قانون حاکم باشد طبیعتا دو سه نفر همت... کسایی که غفلت بازی میکنن خیانت میکنن اینا رو به پنجه قانون بیس بار و. عملا قانون سرشون تطبیق بشون ما فکر میکنم که در بحث داخلی هم خائنین و منافقین هم دست خود جمع میکنن و در بحث سیاست های کلان منطقه ای بزار دنیا همه شکل هست و میبینیم بعضی کسا بخاطر منافق و به خاطر تامین منافع به یک کشور دیگر مورد سپر قرار میدن و کار میکنن و افغانستان هم طبیعتا این مدیریت و ای برنامه را برزن و در بحث سیاست کلان خود هرچند ناتوان هست بحث سیاست کلام ممکنه ما به اندازه قدرت توانیم به اندازه بچه 5 ساله باشد از بس قدرت های جهانی 25 ساله باشد ولی تعامل به اساس اون بس داد است نه این که در بس داخلی و خارجی بیان خط سرخ را زیر پا بکنن خون مردم هر روز جوی جویچه های مختلف به یک جوی هیچ رنگ از رنگ دیگه برتر نیست و طبیعتا قربانی یک از این سیاست های یا سیاست های ضعف و مدیریتی اونها چی در عرصه داخلی و خارجی ملت مظلوم افغانستان دیگه از بیشتر در بدر نکنند بسیار جناب زیا کاظمی تشکر از شما جناب آقای کبرزنی اگر گفتنی دیگه داریم خیلی کوتاه از شما میشه خواهش میکنم تشکر از شما نظریات استاد آنچه که من میخوام میر عرض بکنم غالبا یک بحث دیگری که دولت باید کار را انجام بده به نظر من ملغا کردن شورای منام شورای صلح هست و این شورا فکر میکنه محتوای دیگری نداره چون دشمن به صلح باور نداره دشمن اصلا ما هر که بودجه مصرف میکنین بی مفهوم هست فنا شما از موقع قوت قو... کارتک میکنین دشمن مجبور میشه مم. اما ما میگیم میشه تزرع بکنیم آذر بکنیم شما بیاین به صلح اونا نمیاین چند سال شما بیاین چند تا دستاوردهای شورای علی صلح بشمونیم نیست و بیشتر ابزار و برنامه سیاسی سی خود در معاملات دو جناح میکنن یک پست در معامله میکنن که پست رئیس بکی با داده باشه و این چی که خروجی از این بوده متاسفانه چیزی نیست و این جگاه هست و در استراتژی خود حکومت باید تغییر بده ملت ملت باید که در کنار هم دیگر باشه و بحث دیگر هم جامعه جهانی هست جامعه جهانی ما قرار دادای خودنا امضا کردیم جای دولت افغانستان آمد وزیر دفاع آمد این برمیگرده به سیاست گذارهای ما به دیپلمات های ما به لابی هایی که از طریق افغانستان صورت میگیره که اداره ترامپر پادار بکنن و او متقاعد بکنن که طالب در افغانستان کی هست القاعده کی نه داعش کی نه اینا رو متقاعد بکنن که ما بتونیم یک روال جریانات تعقیب بکنیم از دیگر باید دولت افغانستان بره به شورای امنیت بگه که ما این ایره... اه... چی بکنه مشخصا از دولت جامعه جهانی بخواد شورای امنیت بخواد که شکایت بکنه که مراکز و منابع تامین کننده طالب کجا هست؟ به تو بم بزرگ میای به چین مثلا استفاده میکنی اما جایی که طالب هست جایی که تمویل میشه طالب کجا اینا رو دولت افغانستان بسیار مسئولیت داره و خدا از اینا پرسان میکنه و ملت هم باید بیدار باشه متاسفم که اینو میگم که بدیلی برای همین حکومت وجود نداره ما مجبور هستیم یعنی وجود نداره ما مجبوریم از این حکومت حمایت کنیم وقتی که حمایت کنیم دیگه پس و رو باید تعقیب بکنیم از نظام خود حمایت بکنیم از رئیس جمهور حمایت بکنیم از نیروهای امنیتی ملی خود امنی... نیروهای پلیس اردوی خود با تمام قوت حمایت بکنیم خداوند از اوج اینا را عزت بده نگذاریم نه در سنگرها شهید میشن خداوند از اوج رهبرای ما را هم هدایت بکنه که مکه به خود میان و تعهد نسبت به امور داشته باشه تشکر از شما سید عظیم کبرزانی عضو شورای ولایتی هرات و ضیاء کاظمی آگاه سیاسی این بود برنامه این هفته خبرگستر با امید شفای هرچه آجلتر زخمیان این رویداد ترسی و شادی روح شهده این برنامه را به پایان می رسانیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاس گذاریم. آرزوی لبخندی سراسری بر روی لبان یکایک که هموطنان عزیزمان همه شما گرامیان را به خداوند بی نیاز می سپاریم. بروز باشید خداحافظ.